آقای عابد سلام بر شما. حملات بر عزاداران آشورا از دیدگاه شما کار کیها بوده؟ اگرچه گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت، باز هم کیها واسطه شده و این مردم در پی چی می باشند؟ خب در قدم اول حادثه دیشب که واقعا یک حادثه دلخراش بود و در این حادثه 16 تن از هموطنان عزیز ما شهید شد و 60 تن از هموطنان عزیز ما مجروح شدند. ما برای خانواده شهدا تسلیت عرض میکنم و برای مجروحین شفای عاجل استدعا دارم. مشکل مذهبی در افغانستان سابقه نداشته و در جریان است که اختلاف بین سنی و شیعه بیشتر در کشور همسایه ما بین لشکر جنگوی و لشکر گروه های تشیع وجود داشته، اما افغانستان در طول تاریخ زندگی مسالمت آمیز بین گروه حنفی و گروه جعفری داشتن و فرقی هم بیشتر در شهرها نبود و روابط نیک اجتماعی بین دو پیروان مذهب وجود داشت. اما متاسفانه دشمنای افغانستان می خواهند که درز قومی را ایجاد کردن و می خواهند اختلافات مذهبی را هم از طریق گروه های مجهول ایجاد کنند که متاسفانه ما دیشب و امروز ثمره توطئه را دیدیم. آقای عابد، برای ازی که جلوگیری شود از همچو سوی برداشت ها و از تفرقه های مذهبی، به نظر شما علمای دین در این عرصه چه مسئولیت دارد تا مردم را از سوی برداشت منع بکنند؟ خب در کل ما مشکل مذهبی را در افغانستان نمی بینیم. قبل از این شورای علمای افغانستان و شورای علمای شیعه افغانستان مشترک برنامه عاشورا را تنظیم کرده بودند و این برنامه مشترک پیش می رفت، اما استخبارات منطقه خواستند که این درز واقع کنند، ولی تصور ما این است که این درز واقع نمیشه. ملت افغانستان یک ملت است و مذاهب مختلف افغانستان من حیث یک شهروند مسلمان مشترک زندگی خواهند کرد. بله، تشکر از شما آقای دایی‌الحق عابد، معین وزارت حج و اوقاف افغانستان.